تلاش سناتوران جمهوری خواه امریکا برای تصویب لایحه در جهت اعمال تحریم های جدید علیه کابل. طبق گزارش فاکس نیوز، سناتوران جمهوری خواه در پاسخ به نقص حقوق بشر در افغانستان قصد دارند لایحه تحریم های جدید علیه کابل را به کنگره امریکا پیشکش کنند. گفتش این لایحه در صورت تصویب تمامی معاملات مالی را که در اختیار سران کابل است مسدود کرده و ویزایی که به مقامات کابل اجازه سفر به امریکا را می‌دهد به اعتبار می‌کند. سناتور جیم ریش و 18 سناتور دیگر این لایحه را برای بحث و تصویب به کنگره ارائه خواهند کرد. ما نمی‌توانیم به سادگی طالبان را سرزنش کنیم و انتظار داشته باشیم که رفتارشان تغییر کند. با عقب نشینی ایالات متحده و با قدرت رسیدن طالبان، افغانستان به یک کشور منفور تبدیل شده و سیاست‌های ما باید منعکس کننده این واقعیت باشد. کابل اما در واکنش به تلاش سناتوران آمریکایی برای تصویب این لایحه می‌گوید سیاست فشار و تحریم نتیجه نمی‌دهد و بهتر از جامعه جهانی راه تعامل را در پیش بگیرد. از سوی دیگر آگاهان سیاسی به این باورند اگر این لایحه به تصویب برسد بحث تعامل کابل با جامعه جهانی تحت تاثیر و در تنگنا قرار خواهند گرفت. در صورتی که این لایحه به تصویب مجلس عین التاشی رئیس جمهور در ایالات متحده آمریکا برسد، من فکر میکنم که طالبان با تنگناهای جدی از جمله چگونگی تعاملشان مواجه خواهند شد. اما یک مسئله دیگر هم باید اینجا مد نظر داشته باشیم، این که طالبان با ایالات متحده آمریکا در تعامل نسبتا بهتر به سر میبرند و این که چگونگی تصویب این لایحه در مجلس عین ایالات متحده آمریکا با چالش مواجه شود و درست تصور نیست. با این همه سناتوران جمهوری خواه آمریکایی از مقامات حکومت فعلی افغانستان خواستند برای جلوگیری از تصویب تحریم های بیشتر سیاست های خود را تغییر بدهد، به ویژه در قسمت رعایت حقوق بشر، آزادی رسانه ها و حقوق دختران و زنان.